بله، پس فردا صبح باید بپری. چی شد؟ نکنه پشیمون شدی؟ نه، یکم جا خوردم، فکر نمی کردم به این زودی باشه. هر چه زودتر بری برات بهتره. فردا یکم گرفتارم، اگه تونستم یه سری بهت میزنم. ممنون، شب بخیر. کی؟ پس فردا صبح. بذارید از حالا خیالتون رو راحت کنم. اگه اومدین اینجا پادرمیونی کنید من برگردم و با منصور آشتی کنم، جواب من نه. ای خدا بگم چی کارت کنه؟ یه لوپ سادرم نمیتونه بنویسه اون وقت نمره هم میخواد. خب من چجوری به این نمره برم؟ ما برای این قضیه مزاحمت نشدیم. یعنی نمیخواید پادرمیونی کنید؟ نه. گوش میکنم. ما تصمیم گرفتیم برگردیم سر کار سابقمون. شرکت سابقمون هنوز به ما احتیاج داره. من باهاشون صحبت کردم، خیلی استقبال کردم، اما معلوم نیست یه ماه دیگه هم همین وضعیت باشه. من مطمئنم یه توته است. منصور آدم حسابیه. ببینید کی بهتون دارم میگم، واسهش نقشه چیده. علی، ما با هم حرف زدیم، دوباره شروع نکن. من نمیگم منصور مقصره، نه، باور کن هر شب دارم براش دعا میکنم، دعا میکنم خدا کمکش کنه، اما من نمیدونم این ماجرا چقدر طول میکشه. ما حق داریم به فکر زندگی خودمونم باشیم. میترسم از اینجا رونده و از اونجا مونده بشیم. اما آخه من علی، حالا از من میخواد چی کار کنم؟ حقیقتش من، یعنی ما، رومون نمیشه با منصور صحبت کنیم. میدونم تو هم الان عصبی هستی، ولی رابطه تو و منصور فرق میکنه. بالاخره یکی دو روز دیگه هم با هم آشتی میکنیم. یه جوری که ناراحت نشه بهش بگو. امیدوارم بتونه وضعیت ما رو بفهمه. باش. ممنون. سلام. چیه؟ اومدی نتیجه فعالیتاتو ببینی؟ مثل همیشه زود قضاوت میکنی. من واقعا متاسفم. خوب داشتین پیش می‌رفتین. منم تلاش خودمو کردم که کار به اینجا نکشه، ولی خب نشد. من باید برم. اگه چیزی هست لطفاً زودتر بگید. خانم توتون چیه؟ وکالت تامل اختیار به من دادن که هر جور صلاح میدونم در مورد اینجا تصمیم بگیرم. منم خیلی فکر کردم. خیلی خب، تصمیم گیری سختیه، چاره ای نیست. به نظرم میاد بهتره که تا پایان مراحل دادگاه و روشن شدن این شکایت شیرزاد اینجا تعطیل بشه. اینجوری به نفع هم هست. ببخشید، چاره دیگه نداشتم. این وسط چی گیری شما میاد؟ تعطیلی پروژه؟ همون چیزی که از اول میخواستید. خیلی هم خوب طراحی کردید.
خیلی ظاهرن موفقم شدید، اما ظاهرن مطمئن باشید اوضاع اینجوری نمیمونه. مطمئن باشید. آدم با سوادی هستی، کارت هم خوبه، پشت کارت همه بد نیست، ولی خب خامی و کم تجربه. یه چیزایی هست که تو هیچ کتابی نوشته نشده، تو هیچ دانشگاهی هم تدریس نمیکنن. باید زندگی کنی تا بفهمی. باید سرت به سنگ بخوره. نگران نباش، هنوز وقت داری، یواش یواش بزرگ میشی. خب معطل نکنم، مثل که میخواستی بری. من فعلا دوست دارم یک گشت اینجا بزنم، فقط لطف کن اون کلیدو بذار، دیگه بهش احتیاجی نداری. داداش بیداری؟ خواهش میکنم کاری به کارم نداشته باش، میخوام تنها باشم. بفرمایید، خودم هستم. آقای پوروطن، بعد یه خبری رو بهتون بدم. خانم توتونچی غزل فردا داره میره، ساعت 9 صبح فرودگاه مهرآباد. ببخشین شما؟ مهم نیست من کیم، فکر کنید یه دوست. ولی اگه دوستش دارین حتما برین اونجا، مطمئنم اگه شما رو ببینه نظرش عوض میشه. ولی سلام. خب بریم. میشه یه سر بریم خونه دایی کامران؟ میخوام ببینمش، هنوز وقت داریم. باش پس بجنبیم. میکنید فعلا خداحافظ، بهت سر میزنم. تو رو خدا میکنید، میشینم گریه میکنم و خیلی طول نمیکشه، زود برمیگردم. مواظب خودت باش، شب و شما رو روشن بذار.
کی برمیگردی؟ نمیدونم، شاید هفته دیگه، شاید هم هیچ وقت. مراقب خودت باش دایی، انقدرم سیگار نکش، اصلا یه مدت مرخصی بگی برو پیش بچه ها، اونا هم خوشحال میشن، شما هم از این تنهایی در میای، مطمئنم حالت بهتر میشه. گوش کن دایی، باید با طرف بزنم، یه چیزایی هست که باید بگم، داری بدونی خیلی بهتره. کامران شیر دستشوی خرابه، چکه میکنه، باید درستش کنی. یهو دیدی حواست نیست، خونه را برمیدارم. غذا خانم بریم، دیر میشه. سادی همه رفتن، چه هم میمونی ها؟ غزل یه دقیقه صبر کن، خواهش میکنم. فقط یه دقیقه، البته اگه اشکالی نداره تنها من برم، شاید بتونم چمدون رو تحویل قسمت باقی بدم. تو حق داری، من دلیلی برای اثبات حرفام ندارم، هیچ، همه چیز بر علیه منه، نمیدونم با چی باید بجنگم، با کی باید بجنگم، ولی دلم خوش بود که تو باورم داری. من تنهام نذار، خواهش میکنم. سخت نگیر، فراموش کن، به نفته. قهوه میخوری؟
سلام. سلام از ماست خانم محترم، حالتون چطور؟ خوبی شما؟ شما خوبی؟ بفهم بکرد برس. به چطوری آقا؟ سلام آقا. خوبی؟ کجا؟ نفس قهوه؟ آفرین، درست کردن شو بالاخره یاد گرفتی ها؟ آقا برای آقای تمدنه. اه؟ زودتر میگفتی دیگه دهنی شد، برو یکی دیگه واسش بیار. سلام. خب آقای مدیر عامل چطورن؟ بشین راحت باش. خب چه خبر؟ خبری نیست. چرا اینقدر اونوقی؟ نکنه به خاطر این قهوه ها؟ گفتم وسط بیارن گدا. اوضاع شرکت به هم ریخته، همه کارهای مالی مونده، از این کامران هم که خبری نیست. منم از عهده این حساب کتابا بر نمیام. نگران نباش، همه چی رو برا میشه. بیا دیگه، نمیخواد منتظر کامران باشی. یه حسابدار خبره است، باش صحبت کردم، خودت بهش زنگ بزن، امروز باش قرار بذار. باشه، امروز بهش زنگ میزنم. چیه؟ برای چی قیافه آدم مادر مرده رو به خودت گرفتی ها؟ گفتم که همه چی رو برا میشه دیگه، داریم نفسه راحتمونو میکشی. آره. تو این دو هفته ای که هستم میخوام ترتیب دوتا کار رو بدم. یک، کارگاه جناب پوروطن رو ترتیب میکنیم. دوما، خیالت رو از بابت کامران راحت میکنم. خوب شد. مزاحم نیستم؟ نه. نمیدونم چم شده، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم، تنهایی هم کلافه هم میکنه. منصور، چرا اینجوری شد؟ چرا یه همه چی به هم ریخت؟ روزه خوبی بود، بهترین روزه زندگی. تو دلت برای کارگاه تنگ نشده؟ منم دارم خیلی تنگ شده، بیشتر از همه برای بهجت خانوم. مینا، من کجا اشتباه کردم؟ تو راجع به من چی فکر میکنی؟ دوست دارم راستشو بگی. خب من بهت اعتماد دارم، مطمئنم بقیه بچه‌هام همینجور فکر میکنن، اما یکم گنده دماغی، زود بهت بر میخوره و تون میری. رفتارت با بچه‌ها خوب نبود، مخصوصا با وحید. اون تو رو خیلی دوست داره، نباید سرش داد میزدی. حقه بازی نکن، منظورم مسائل کاریه. از تازگی ها بهش میگن مسائل کاری. بیمزه. بهش جواب رد دادی؟ چرا فکر میکنی داداشت خنگه و حواسش به شما ها نیست؟ درسته که دلم میخواست سر به تن وعید نباشه، ولی خب خچه خوبیه، اذیتش نکن. بابا اومد، تا صداش در نیومدم برم چایشو بریزم. غزل رفت.
امروز صبح. برو بابا منتظر. بدبخت ترسو، از چی میترسی؟ میترسی بندازن زندون؟ میترسی پولاتو ازت بگیرن؟ تو یه آشغالی، یه آشغال مثل اونا، یه خودخواه که فقط به فکر خودشه. گیرم 10 سال دیگه تو کسافت زندگی کردی، آخرش چی؟ فکر کردی نمیکشنت؟ چرا؟ میکشنت، این سگ میکشنت. جواب غزلشو میخوای بدی؟ دیگه به دردشون نمیخوری. چرا بهش چیزی نگفتی؟ این دستمان مچاله میندازنت دور. ترسیدی؟ خجالت کشیدی؟ ترسیدی توف بندازه تو صورتت؟ چیه؟ چی میخوای؟ سلام آقای صارمی، حالتون چطوره؟ چیزی شده؟ به شما چه ربطی داره؟ فکر کن حالم بده، اصلا دارم میمیرم، به تو چه؟ جز که تو کار همسایه دخالت کنی کار دیگه ای نداری؟ ببر خونتون دیگه. بله. کلانتری؟ پس شما دو تا اونجا چه غلطی میکنی؟ ببین هاش برسه تو کلانتری جز از اون آتیش بزنی آنی جد؟ خجالت نمیکشی؟ بزدل ترسوی، یه آدم بیخاصیت، یه انگل، ازت بدم میاد، چندشم میشه. عرضه نداری بری همه چیزا بگی؟ خیلی خوب نگو، خیلی خودتو خلاص کن. هنکر کسافتتو از روی زمین بردار، بوی تعفنت حالمو بر میزنه. سلام، بفرمایید تو. حاج خانم کیه؟ با من کار داره. سلام.
سلام. سلام. وحید مادر، چای حاضره. خودت بریز. من میخوام برم نماز بخونم تا دیر نشده. درم باز بذاری. بفرم. ممنون. خیلی چطوره؟ یعنی حتی حاضر نیستین حال منصور رو بپرسین؟ پس اوضاع خرابتر از اونه که فکرشو میکردم. من نمیدونم این فتنه رو کی به پا کرده. فقط اینو میدونم که به خواستش داره میرسه. بهتر از اینم نمیشد. جوری شده که هممون داریم از همدیگه فرار میکنیم. انگار نه انگار 20 ساله با همدیگه رفیقین. من معنی رفاقت خوب میدونم. خیلی بیشتر از اون چیزی که شما فکرشو بکنی. حالا چه 6 ماه باشه چه 20 سال. برای رفاقتم حرمت قائلم. به خاطر اینم راضی نمیشم تحت هیچ شرایطی به رفیقم تو جمع توهین کنم، هر چقدر دهنم در میاد بهش بگم. اگه به تهمت کله برداری میزدن چی؟ اگه بهت میگفتن دزدی و میخواستی به این نفر حق و سکوت بدی، اون وقت بازم میتونستی خودتو کنترل کنی؟ من نمیگم برخورد منصور خوب بود. نه. از بابت حرفای اونم من ازت معذرت میخوام. اما از شما توقع بیشتری دارم. دوست دارم بفهمینش. بدونین چه وضعیتی قرار گرفته. اینجا همه چی به هم ریخته. علیرضا و سارا که برگشتن سر کار قبلیشون. مدنم که رفت دنبال خونه و زندگیش. غزلم که از ایران رفت. پس شما تنهاش نذارین. من خواهرشم. اونم خواهر کوچیکه. نه یه رفیقی، تمام خاطراتش با اونه. اون الان به کمک شما احتیاج داره. اگه واقعا هیچ انگیزه واسه موندنتون ندانی، نه به خاطر من، به خاطر یه رفیق قدیمی، رفتنتون رو عقب بندازید. دلم نمیخواد بدون من اومدم اینجا. بذار فکر کنه خودت خواستی. اینجا چه خبره؟ به جناب پوروطن، حاله چطوره؟ خوبی؟ چه خبر؟ گفتم اینجا چه خبره؟ اینا دارن اینجا چه کار میکنن؟ میبینی که دارن وسایل جمع جور میکنن. کور نیستم، میبینم. اما شما حق این کارو ندارید. هنوز هم یکی از شرکای این پروژم. یادم نمیاد به شما اجازه همچی کاریو داده باشم. بله بله، حق با شماست. ولی خب متاسفم، چاره ای نداشتم. یعنی مجبور بودم. به چند دلیل. اول اینکه مالک این ساختمون یعنی خانم توتونچی پیغام دادن که ملکشون رو میخوان. خب حق دارم، نمیخوان سرمایهشون بخوابه. دوما بهتره که اینجا تعطیل بشه. اینجوری شاید شیرزاد نرم بشه و از خیلی شکایتش بگذره. بعدش هم تو برای چی نگرانی؟ ماشاءالله تحصیل کردی، بیکار نمونی. اصلا میخوای خودم تو مرکز پلیمر یه کار درست حسابی برات جور کنم با یه حقوق کافی، ها؟ خوبه؟ فقط بهم بگو چرا؟ چرا باید این بلا سر ما میومد؟ اگه ما میخواستیم چیکار کنیم؟ یه کارگاه کوچیک، 4 تا جوون که دارن روی پروژه تحقیقاتی کار میکنن، اینقدر خطرناکن؟ بهم نگو که برای به دست آوردن غزل این کارا رو با ما کردی. نه، باور نمی کنم یه همچین آدم عاطفی باشی. تو واسه کیا کار میکنی؟ منافع کی به خطر افتاده؟ دیگه چیزی بگو. فکر میکردم آدم باهوشی باشی. خیلی ساده است.
برات میگم. چیزی در مورد تقسیم کار جهانی شنیدی؟ کشورها یا تولید کنندن یا مصرف کننده. اگر کشور مصرف کننده ای بخواد زرنگی کنه و قد علم کنه، باید به جای رویا پردازی قاطی تجارت تولید کننده ها بشه. مثل امارات. تا حالا امارات رفتی؟ همین بغله. بعد نیست ببینی. وقتی که اونا اولین ساختمون بتونیشون رو ساختن تو دهه 60، ما هم ذوب‌آهن داشتیم هم پالایشگاه. اما الان اونا شدن قطب اول تجارت منطقه. ما تکلیفمون هنوز روشن نیست. اگر ما به جای رویا پردازی مسیر درست رو میرفتیم، الان ما جای اونا بودیم. بله، این پروژه های ملی، این طرح‌ها فقط باعث عقب افتادگی ما شد. این پروژه تحقیقاتی شما هم حکم یه ویروس رو داره جناب پوروطن. یه پروژه کوچیک که بعداً ممکنه بزرگتر و بزرگتر بشه. خب بله، منافع خیلی ها به خطر میفته. تصور نکن همینجوری وایسن نگات کنن برات دست بزنن و هورا بکشن. نه، هنوز مونده بزرگشی جناب مهندس. الو، سلام، چطوری آقا؟ کجایی با دلمون تنگ شده برات؟ میدونم بابا گرفتاری. ببین من یه مشکلی برام پیش اومده، فکر کنم تو بتونی کمکم کنی. خواستم ببینم اتاره. اگه امروز بشه خیلی بهتره. حتما حتما. قربون شما، قربون شما، خدا نگهدار. ببخشید، رئیسم بود. نصف شبا هم زنگ میزنه. اونجا 20 مهندس کار میکنن، اما تا گیر میکنه میگه مدنی یه کاریش بکن. منم باید بگم چشم. کار خوبیه؟ بد نیست. جای شلوغ پلوغیه. دردسرش هم زیاده، دیدی که. اما حداقل مثل کارگاه جناب پوروطن علافی نیست. از شما حداقل یه پولی گرفتی. من که تو رفاقت و رو دربستید یه چمای خرمالی مفت کردم. آخرش هم دیدی چه جوری جلوی همه سکه یه پولم کرد؟ زایه بازی در آورد. این چیزا تو هر کاری پیش میاد، به خصوص وقتی که فضا عصبی متشنج باشه. بابا ما آدمیم، آهنگ که نیستیم. بالاخره آدم اشتباه میکنه. به نظر من اصلا تو تقصیر نداشتی. تو لطف داری. البته میدونید من هر روز آخر وقت یه بکاپ از تمام دیتاها گرفتم. یعنی اگر بخواد دوباره کارو شروع کنه تمام کارهایی که کردی موجوده. اصلا مشکلی نیست. باریکلا، مطمئن بودم این کارو کردی. فقط چرا بهش نگفتی؟ بیچاره داشت سکته میکرد. دوست نداری دیگه باش کار کنی؟ آره. میخوای با رئیسم صحبت کنم بیا؟ نه نه، اصلا حوصله کار کردن ندارم. میدونید این ماجرا بد جوری همه فکر و ذکرم رو گرفته. بالاخره باید بدونم که دفعه چی شد همه چی رفت رو هوا. خب یه اشتباه کوچیک کافیه که همه چی. نه نه، بحث اشتباه نیست. بذار یه جالب برات بگم.
امروز داشتم همینجوری سیستم رو مرور میکردم، دیدم دقیقا آخرین نفری که رفته تو شبکه تو بودی. بعدش هم که بوم. منظورت چیه؟ ببین تو یه آماتور نیستی، هر چقدر فکر میکنم میبینم محاله که اشتباه کنی. تو کارتو خوب بلدی، به کارت واردی، خیلی حساب شده، کل شبکه رو ریختی به هم. چرا؟ داری سر به سرم میذاری نه؟ نه اتفاقا خیلی هم جدی هم. خیلی خب شاید اشتباه کردم، برای هر کسی پیش میاد، شاید هم یکی از فایلام ویروسی بوده. نه نه اشتباه نکردی، عمدی بوده. چرا خودتو فروختی؟ اجازه نمیدم بهم توهین کنی. صبر کن. خدا کنه فقط ارزون نفروخته باشی. مزخرف نگو. پی مهندس، من آدم با نفوذی نیستم. یعنی با نفوذی اونی که براش کار میکنی. در تو رشته خودم خیلی ها رو میشناسم، رو حساب میکنم، حرفم هم قبول دارم. یه کاری میکنم مثل سگ پشیمون بشه، جلوی هیچ مهندس کامپیوتری نتونی سرتو بالا کنی. مطمئنش خیلی برات گرون تمام میشه. سلام. علیکی سلام بابا. دیر کردی، یکم کارم طول کشید. نمیخوای بگی چی شده؟ چیزی نشده بابا، گرفتاری های همیشگی. منصور بابا، من پدرتم نه یه غریبه. نگات کنم میفهمم چه حالی داری، این مرغ پرکنده داری بال بال میزنی. فکر کردی حالیم نیست؟ تو، مینا، اون وحید، همه تون پریشونید، میریزید تو خودتون، بروز نمیدید. خب منم حق دارم، حق دارم بدونم چه بلایی داره سر بچه هم میاد، شاید بتونم کاری بکنم. حرف بزن، یه چیزی بگو. چی رو میخوایم بدونین؟ میخوایم بدونین اوضاع کارگاه چطوریه؟ باشه بهتون میگم، تعطیل شد، تموم. من باختم، بعد جوری هم باختم، اونم به چند تا دلال لاشخور. یه جوری منو زدن زمین که خودم نفهمیدم از کجا خوردم. تو تمام این مدت مثل یه عروسک خیمه شب بازی منو بازی میدادن، من احمق. بروشم تعطیل شد، کارگاه رو ازم گرفتن، حتی اسمم به لجن کشیدن. شدم یه کثافت، شدم یه دزد، شدم یه آشغال مثل خودشون. اینی نمیتونم، خسته شدم، بریدم. همینو میخواستیم بدونین